بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان، درود فراوان به شما. این هفته نیز با رجوع به تلاش 100 ساله ملت ایران به دلایل کوچ ایرانیان میپردازیم. مسائلی که طی دهه‌های گذشته عامل مهاجرت عده زیادی از ایرانیان شده است. همانطور که میدانید پس از کودتای 28 مرداد که فعالیت‌های سیاسی در ایران غیر ممکن شده بود، دانشجویان ایرانی خارج از کشور در شهرهای مختلف فعالیت دانشجویی را که کاملا هم صلح‌جویانه بود آغاز کردند. اما طی دهه 50 شمسی یعنی دهه 1960 میلادی در اروپای مرکزی جنبش دانشجویان اروپایی پا گرفت. در ابتدا دانشجویان فرانسوی کشور فرانسه را آغاز کردند و سپس آلمان و دیگر کشورهای غربی آن را توسعه دادند. دانشجویان ایرانی منتقد رژیم گذشته نیز با الگوبرداری از این حرکت فعالیت خودشان را در اروپا و آمریکا گسترش داده و با متشکل شدن گروه‌های مختلف دانشجویی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی را به وجود آوردند. البته ریشه های این فعالیت در گذشته توسط اتحادیه دانشجویان حزب توده و جبهه ملی در خارج از کشور پیریزی شده بود، یعنی پس از کودتای 28 مرداد. بد نیست بدانید که خیلی از چهره‌هایی که من با آنها مصاحبه کردم، یعنی کسانی که در خارج از کشور فعال بودند، با کنفدراسیون دانشجویی همکاری و نزدیکی داشتند. مثلا زنده یاد دکتر قاسملو با اتحادیه دانشجویان حزب توده همکاری داشت، یا اینکه دکتر شاهین فاطمی که ملی‌گرا بود زمانی که در آمریکا تحصیل می‌کرد با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی همکاری داشت. خود من هم در 15 سالی که در آلمان مشغول تحصیل و سپس فیلمسازی بودم، با وجودی که عضو هیچ حزب و گروهی نبودم، ولی به جوانان جنبش دانشجویی سیمپاتی کامل داشتم و زمانی که فیلم آبونمان را در سال 1967 ساختم که انتقادی بود به کارتل بزرگ رسانه‌های آلمان، یعنی بنیاد آکسل اشپرینگر که بیش از 55% رسانه‌های نوشتاری آلمان را در آن روزها در دست داشت، مانند همه روزنامه دی ولت یا اشترن که خوب می‌شناسید، به هر حال دانشجویان کنفدراسیون آن دوران از فیلم من استقبال کردند و روابطی دوستانه به وجود آمده بود. بگذاریم از آن که هنرپیشه فیلم من در آن زمان خانم گودرون انسلین است که خود از فعالین سرشناس دانشجویی آن زمان آلمان بود. او بعدها رهبر گروه بادر ماینهوف شد که کتاب‌ها و فیلم‌های مختلفی هم در ارتباط با فعالیت او تهیه گردیده است، ولی تصویر واقعی او فقط در آبونمان ثبت شده که ارزش تاریخی پیدا کرده است. گروه بادر ماینهوف بعدها دست به اسلحه برد و عامل کشتار شخصیت‌های آلمانی و حتی هواپیما ربایی شد که در آن سالها دنیا را تکان داد و در نهایت هم او، یعنی گودرون انسلین و دیگر رهبران بادر ماینهوف در زندان اشتوتگارت آلمان دست به خودکشی زدند. اما جنبه مثبت فعالیت آنها به وجود آمدن حزب سبز در آلمان متشنج آن دوره بود که نتیجه فعالیت دانشجویی سالهای 60 و 70 آلمان است. بد نیست اشاره کنم که به دلیل ساختن همین فیلم آبونمان بود که من هم یک بار در ایران ممنوع الخروج شدم، در حالی که هیچ نوع همکاری با گروه بادر ماینهوف نداشتم. به هر حال در آن سالها دانشجویان وطن پرست عاشق ایران اکثرا در خارج از کشور به کنفدراسیون دانشجویی میپیوستند تا ایران را که رو به مدرنیته داشت و در امر اقتصادی و اجتماعی پیشرفت کرده بود به یک کشور آزاد و دموکرات
در خاورمیانه تبدیل کنند و به همین دلیل هم با رژیم گذشته به انتقاد و مخالفت برخواستند و به دنبال حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی بودند که همین مبارزات دانشجویی هم مانند فریاد آزادی‌خواهی روشنفکران داخل کشور مورد سوء استفاده روحانیون قرار گرفت و با فریب و نیرنگ از وجود آنها برای برپایی حکومت میشه گفت فاشیستی جمهوری اسلامی سوء استفاده کردند. عده‌ای از این نیروهای جوان هم در دهه 50 دست به اسلحه بردند که نتیجه معکوس داد. پرویز ثابتی مقام امنیتی آن دوران به خوبی در کتاب در دامگه حادثه به این جریان اشاره می‌کند. بگذاریم. امروز می‌نشینیم پای صحبت یکی از رهبران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور. دانشجویی که مانند خیلی از ایران دوستان در خارج ماند، تحصیل کرد و سالها در لندن به طبابت پرداخت. دکتر منوچهر ثابتیان. زندیات منوچهر ثابتیان 2 سال قبل در لندن فوت کرد. البته تعجب نکنید طیف گسترده‌ای که من با آنها در طی 25 سال گذشته مصاحبه کردم و در کتاب تلاش 100 ساله نیست منعکس شده است، متاسفانه دیگر در میان ما نیستند. که بعضی از آنها هم تعجب ندارد، زیرا مثلا محمد علی جمالزاده در آن روزها 95 سال داشت. خب دیگه من کتاب مثل یونجه برای اسب، کتاب برای من حکم یونجه رو برای اسب پیدا کردم. یا بزرگ علوی 86 ساله بود. ما در اون جوانی شیفته یک وهم هایی بودیم، تصور میکردیم که سوسیالیسم یا کمونیسم یا به هر شکلی که شما بکنید، یا مثلا مردی مثل استالین، اینها همه چیز رو میدونن، همه چیز رو پیش بینی میکنن، واقعا سوسیالیست پیروز میشه، کارگرها مرفه میشند، عدالت عمومی برقرار میشه. این یک وهمی بودش که ما که من شخص من گرفتار شده بودم. در اینجا مینشینیم پای صحبت یک کوچ کننده مبارز، دکتر منوچهر ثابتیان. آقای ثابتیان، شما که نزدیک به نیم قرن فعالیت سیاسی میکنید و اکثرا در خارج از کشور بودید، بفرمایید که به نظر شما به چه دلیل ملت ایران طی 100 سال گذشته که بارها اقدام کرد برای رسیدن به آزادی موفق نشده؟ خب البته در مرتبه اول باید این رو گفت که بارها اقدام کرد کی بود؟ یکی انقلاب مشروطه بود که الان 100 سال ازش میگذره، بعد یک دوره طولانی دیکتاتوری موجود بود در ایران که با البته والایش مملکت و جلوگیری از تجزیه هم همراه بود. یعنی نباید فراموش کرد که آدمی مثل رضا شاه با اینکه دیکتاتور بود ولی خدمات زیادی به ایران کرد. ما بنده که جزو به اصطلاح قبیله چپی ها همه عمرم بودم، باید به حقایق ما نگاه بکنیم و در نظر داشته باشیم که آدمی مثل رضا شاه با اینکه دیکتاتور بود، اون 16 سالی که این حکومت کرد، با وجود این جلوی تجزیه ایران رو گرفت، مملکت توی جاده ترقی افتاد. خب این عوامل هم عوامل خارجی است، هم عوامل داخلی و درونی است. یعنی ملت ما باید شما در نظر داشته باشید که ما بعد از اسلام مخصوصا در ایران در این 1400 سال دائم مورد تجاوز قرار گرفته، از یک امپراتوری که وسعت و گسترشش در جهان شاید تقریبا میشه گفت یک تا بود، رسیدیم به یه سلسله امیرنشین هایی که در نقاط مختلف ایران وجود داشتن و اینها هر کدوم هر کس زورش میرسید اجحاف به مردم میکرد و ظلم میکرد و
این ادامه پیدا کرد، یعنی 1400 سال ما گرفتار یک دیکتاتوری درونی بودیم. خب این تأثیر روی روانشناختی مردم هم داره، اینه باز در نظر داشت. مردم بعد از این مدت در خمیرشون یه مقداری اشکالات ایجاد میشه، مراجعه میکنید. منتها خوب باز اینه در نظر داشت که در این دنیای اخیر با این فناوری و این گسترش فناوری در جهان، امکانات این که یه ملتی بتواند مثلا فرض کنید کره جنوبی، تایوان، ولی این ملت هایی که کوچیکن به نسبت، ولی بتوانند واقعا گام های بسیار بزرگ برای والایش و به اصطلاح دیولوپمنت بردارن، خیلی زیادتر شده. الانم من فکر میکنم که ملت ایران با وجود اینکه این نزدیک 30 سال زیر نعلین آخونده و جمهوری اسلامی بوده و گرفتار دیکتاتوری و تروریسم بوده، با همه این احوال سطح آگاهی مردم بعد من بالا رفته. ما باید نسبت به آینده امیدوار باشیم. باید در نظر شما داشته باشید، مثلا فرض کنید زمان کنفدراسیون ما وقتی که تظاهراتی میکردیم در برابر آنچه که فکر میکردیم دیکتاتوری رژیم شاه هست، یک انعکاس بسیار بزرگی داشت. در حالی که الان شما نگاه بکنید تو هر سایتی از خود ایران هزاران اشخاص هستن که این جنبش اعتراضی رو بهش دامن میزنن، تو این سایت ها شما میبینید. بنابراین میشود گفت که دنیای ما به کلی فرق کرده الان. شما اگه برگردین به 100 سال پیش و جزواتی که جنبش های به اصطلاح سوسیال دموکراسی، همون اجتماعیون و عامیون در ایران کردن و اینها نوشتن اون زمان، اگه یادتون باشه اینها رو وقتی شما مطالعه بکنید می‌بینید که ملت ایران در حقیقت اولین ملتی بود در شرق که برای فرو گذاشتن یک جامعه کهنه قدیمی واقعا پیشگام شد. ملاحظه میکنید شوخی معامله نبود، اینو باز در نظر داشت که ملت ما در حقیقت در شرق اولین ملتی بود که این اجتماعی نامیون به اصطلاح روشنفکرای اون زمان ایران واقعا خارق العاده بود در یک کشور عقب افتاده قرون وسطایی. ولی آقای ثابتی، طی این 60 سالی که شما فعالیت میکردید در چارچوب فعالیت های دانشجویی خارج از کشور، به چه دلیل طی این 60 سال ملت نتونست به آزادی دسترسی پیدا کنه؟ خب البته خیلی ها میدونید مسئله دایی جان ناپولونی هست و مسئله این که دیگران کشورهای بزرگ، ملتهای بزرگ به علت نفت ما دخالت کردن. حتی بزرگان ما مثل دکتر مصدق که باید از عهده این به اصطلاح برگزاری یک مسئله بسیار دشوار ملی برمی آمد، واقعا درست بر نیامد. شما الان تاریخ رو که نگاه بکنید میبینید که ما رهبرهایی که باید سر موقع بتوانند تزریق دموکراسی بکنند، ملاحظه میکنید ما نداشتیم. این رهبری مسئله بسیار بسیار مهمی است. یکی دیگر از فعالین خارج از کشور دکتر احمد طهماسبی است که از فعالین دانشجویی آلمان بوده. دکتر طهماسبی با تخصص و دکترای علوم سیاسی و اقتصاد سال هاست که مقیم برلین است و امیدواریم عارضه‌ای که برای او پیش آمده به زودی برطرف شود. آقای دکتر طهماسبی، شما با تجربه‌ای که در خارج و در ایران اندوختید
بفرمایید که چگونه است که ملت ایران طی 100 سال گذشته با وجود اینکه بارها برای به دست آوردن آزادی اقدام کرده متاسفانه موفق نشده؟ به نظر من بسیار سوال معقول و منطقی هستش و خیلی من از شما تشکر میکنم که این سوال رو در بین روشنفکران ایرانی مطرح کردید و ما بایستی که این قدرت رو داشته باشیم که بتونیم به این سوال ریشه‌ای و اساسی تا اونجا رو که به نظر ما میرسه و مسئله رو میبینیم بتونیم جوابی براش تهیه بکنیم. ببینید ما سه نوع سیستم حکومتی داریم. یکی استبداد فردی هست که در اونجا فرد نظر خواست و گفته مستبد تعیین کننده همه چیز هست که این رو میشناسیم. یکی استبداد ایدئولوژیک هستش که در یک سری شعارها و مطالب محدود دنیای جامعه فرموله میشه، خلاصه میشه و از اون دنیا هم بیرون نمیتونه بیاد اون حکومت ایدئولوژیک. ما نمونه‌اش همینجاها بغل گوشمون آلمان شرقی داشتیم، بسیار محدود، بسیار تنگ به خاطر اون وجود اون ایدئولوژیش. یک دنیای دیگری رو ما میشناسیم که کما بیشترش هم زندگی کردیم، جامعه باز و آزاد و روابط سیاسی دموکراتیک هستش که این جامعه با روابط جامعه باز با روابط سیاسی دموکراتیک خصوصیات خیلی محکم و اساسی داره و اونها هستن، این خصوصیات هستن که این جامعه رو تبدیل به جامعه باز و آزاد دموکراتیک کردن. مثلا اینکه فرد چگونگی حقوق فرد در درون جامعه و چگونگی رشد شخصیت فرد در درون جامعه، رابطه فرد و دولت، رابطه ملت و دولت، مسئله جایگاه اصلا امکان تجمع نیروهای مختلف اجتماعی در احزاب، در سندیکاها، امکان بررسی و گفتگو و پخش اخبار در درون جامعه که از این طریق سواد جامعه بالا میره و مجموعه این عوامل یک نتیجه خیلی خیلی معقول و منطقی و درستی رو به وجود میاره و اونی که جامعه صاحب یک سیستمی میشه که در این سیستم یک کنزنس به وجود میاد یا حالتی رو که بخش‌های مختلف اجتماعی در این حال که حقوقشون رو صاحب حقوق خودشون هستن و از حقوق خودشون از طریق قانون به شدت میتونن دفاع بکنن، هم فرد هم گروه هم احزاب و امثال هم، در ضمن جامعه صاحب یک کنزنسی هم هست و کنزنس به اون معنا که حد فاصلی بین گروه ها و حقوق گروه ها و افراد جامعه در رابطه با دولت، در رابطه با قوانین جامعه به وجود بیاد. یعنی اینطوری نباشه که یه بخشی از جامعه از حقوق زیادی برخوردار باشه، همونطور که مثلا در روابط اجتماعی، در روابط استبدادی هست یا در روابط ایدئولوژیک هستش، یه بخش دیگه از همه چیز محروم باشه. یه کنزنس به این معنا به وجود بیاد که همه صاحب یک سری حقوق هستن. البته ممکنه که کمتر یا بیشتر این حقوق مطرح بشه در درون جامعه، ولی به معنای نیستش که یکی کاملا اون زیر و صاحب هیچ حقوقی نباشه
و اون بخش دیگه جامعه صاحب همه چیز باشه، اون چیزی که ما در ایران هم در گذشته میشناختیم و هم حالا میشناسیم. حالا ببینیم که این سیستم ارزنده رو اروپا تونست به دست بیاره، از بعد از اینکه قرون وسطا رو تونست به طور سالم این پشت سر بگذاره، کما بیش رفته رفته رفت در بحث راجع به این گونه مسائل: فرد چی هست، فرد دارای چه حقوقی هستش، دولت چی هستش، رابطه ملت و دولت با هم چی هست، قانون چه نقشی در درون جامعه داره، چرا باید قانون باشه، و مسائل زیادی در این زمینه که دیگه اگه آدم خودش به مسائل دموکراتیک مشغول بکنه به طور طبیعی خانه ها این مسائل را میشناسه. در مورد ایران به چه نحوی بود؟ ما که صاحب یک چنین مباحثی رو در درون جامعه ایران نداشتیم که. خب به طور خیلی ضعیف 100 سال پیش داشتیم. حالا عرض میکنم. این قضیه به این ترتیب بود که از زمان قاجاریه پاره ای به خصوص از زمان فتلیشا و عباس میرزا که به خاطر احتیاجات جنگی و امثال اون که داشتن پاره آدم ها به اروپا فرستاده شدن، یه سری احتیاجات جنگی بود و امثال هم، ولی به هر حال نتیجه قضیه این شد که پاره انسان های ایرانی به خصوص روشنفکرهایی که به اروپا می آمدن با یک دنیای دیگری آشنایی پیدا کردن که این دنیا را اصلا قبلا نمی شناختن. یک چنین دنیای رو، دنیای اورینت رو میشناختن، دنیای استبدادی رو فقط میشناختن، با یک دنیای آزاد و چیزی سر و کار نداشتن به اون معنا. اینها سفرنامه نوشتن، اینها وقتی در به ایران میگشتن نتیجه سفرهاشون رو میگفتن و تعداد کسانی رو که به اروپا میمدن به تدریج زیادتر شد، معدود بودن ولی به هر حال، و یک چیزی رو ما در این دوره شاهد هستیم که انسان‌هایی که از ایران، این روشنفکرهایی که از ایران به اروپا می اومدن خیلی خیلی کنجکاو بودن ببینن که اروپا تفاوتش با یک کشوری مثل ایران در چی هست. نتیجه این دیدگاه‌ها، نتیجه این گفتگوها و بردن این نظریه، این دیدگاه به ایران رفته رفته جایی رو باز کرد در اون جامعه که مردم گفتند عده‌ای از روشنفکران هم غیر مذهبی و هم مذهبی. حالا در اینجا من عرض خواهم کرد که به چه ترتیبی شد قضیه. اینها به این نتیجه رسیدن که باید یه تغییر در اون جامعه صورت بگیره. این تغییر هم مدل اروپایی بود که بسیارم کار درست و معقولی بود، این مدلی که میخواستن در پیش بگیرن، برای اینکه واقعیتش این بود که اروپا آمده بود، الان فرهنگ اروپایی آمده بود، فرهنگ پیشرفته ای رو به دنیا عرضه میکرد و خیلی، و به نظر من یکی از میشه گفت دو سه تا اگر نقطه عطف در تاریخ ایران هستش، یکیش همین هست، این توجه روشنفکران ایرانی به فرهنگ غرب بود و اصولا انقلاب مشروطه که در ایران صورت گرفت. چرا میگم نقطه عطف؟ برای اینکه ما تا انقلاب مشروطه اصلا قانون، چیزی به نام قانون اساسی، تقسیم شدن نیروهای مختلف، نیروی مقننه، نیروی قضاییه، نیروی اجراییه و امثال هم، در یه همچین چیزی ما اصلا نمیشناختیم. از انقلاب مشروطه به بعد این گونه مسائل، اصلا قانون اساسی ما نداشتیم در ایران، این حالت به وجود آمد. منتها یک مشکلی که سر قضیه وجود داشت این که روشن فکر ایرانی گرچه یک چنین گام برجسته ای رو برداشت، ما در این دوره سیاست مدارهای واقعا برجسته و خوبی رو داریم، منتها روشن فکر ایرانی اون ریشه و اساس بحثی رو که در اروپا صورت گرفته بود راجع به همون مسائلی که قبلا ازش صحبت کردم،
حقوق فرد در درون جامعه چی هستش، رابطه فرد با دولت چی هستش، دولت قانون چه نقشی رو در درون در ارتباط انسان‌ها با همدیگه در درون جامعه داره و امثال هم با اون معنا بحثی در درون جامعه صورت نگرفت. و خیلی از کسانی رو که این دوره آزادی رو در شرکت داشتن، روشنفکران این دوره، با هم بیشتر زد و خورد لفظی میکردن، پرخاشگری های مختلف با هم دیگه میکردن، تا اینکه بشینند و هر کسی به سهم خودش کوشش بکنه که مکانیزم یک جامعه باز آزاد و دموکرات رو تشریح بکنه. متاسفانه این دوره زیاد طولانی نشد که نمایندگان مجلس وجود داشتند و قوانین تصویب می شدند، رفته رفته احزاب و گروه های اجتماعی به وجود می آمدند و غیر ذلک، و جنگ اول جهانی به یه معنای به ایران هم سرایت کرد، این مشکلی رو برای ایران به وجود آورد. بعد از این جنگ یه حالت کم و بیش میشه گفتش که بلبشوی در جامعه به وجود آمد در حین جنگ و بعد از جنگ. بعد بلافاصله پشت سرش رضا شاه، رضا خان اون زمان و رضا شاه بعدی به قدرت رسید و تقریبا میشه گفت درسته که قانون اساسی بود، مجلس بود و مسائل مختلف، زمان رضا شاه هم به نظر من خیلی برای ایران کار شد، ولی با همه این احوال مجدداً روابط استبدادی در ایران حاکم شد. یعنی مجلس وجود داشت ولی مجلس خودش بدون خواست و نظر رضا شاه هیچ چیز رو نمیتونست به تصویب برسونه. بنابراین مجلس قانونگذاری به معنای که از در اروپا وجود داشت در اونجا وجود نداشت، بیشتر فرم بود تا محتوا. بعد از دوره 16 ساله حکومت و سلطنت رضا شاه که خبر میدونیم که مجدداً جنگ دوم جهانی به وجود اومد، باز به ایران سرایت کرد، شمال و جنوب ایران توسط اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس اشغال شد، بعد امریکا یامد. یه چند سباهی ما باز در یه دوره آزادی، کم و بیش آزادی، کم و بیش نه آزادی داریم به سر میبریم، که در این دوره یک اتفاق خیلی مهمی صورت میگیره و اون این که از اونجایی که در ذهن مردم هست که خیلی مسائل رو در درون جامعه ایران قدرت‌های خارجی به وجود آوردن برای ایران و این عقب افتادگی، بدون این که بخوان به ریشه های عقب افتادگی در درون خود جامعه برخورد بکنن، درسته که یه مقدار زیادی نقش داشته قدرت خارجی در این تغییر تحولات که در ایران بودن، در قدرت رسیدن خود رضا خان، خب انگلیسی‌ها نقش داشتند، اینطوری نبود که بی تأثیر باشن این حرف، ولی با همه این احوال یک حالتی در اون جامعه وجود آمده بود که باید دست و نفوذ و قدرت خارجی از ایران کاسته بشه. این کاسته شدن جنبه خیلی مثبت از یک طرف جنبه خیلی مثبتی داشت به این معنا، و مشخصاً هم اونجایی که گفته میشد که بایستی که این نفوذ و قدرت کاسته بشه توی مسئله نفت خلاصه شد. مسئله نفت که خلاصه شد، سمبولی به وجود آمد که این سمبول جریان نهضت ملی و دکتر مصدق بود که این سمبول دو ست مسئله رو مطرح میکرد. یکی ملی شدن صنعت نفت که تا اون زمان اصلا وجود نداشت در کشورهای، بجز مکزیک که این کار کرده بود چند سال قبل، در کشورهای تولید کننده نفت یا همچین چیزی وجود نداشت. یکی ملی شدن صنعت نفت بود، یکی خود این بحث که ما
ما خودمون تصمیم بگیریم راجع به سرنوشت خودمون، نه قدرت‌های خارجی راجع به ما تصمیم بگیرن. و در کنار این دوتا مسئله، مسئله این که جامعه چگونه باید آزاد بشه. متاسفانه در این دوره ما وارد یک دوره دیگری، جنگ دوم جهانی خاتمه پیدا کرده، یک دوره دیگری از تاریخ میشیم که به نام جنگ سرد معروف هستش. جنگ سرد یکی از بدترین چیزهایی بود که میتونست بعد از جنگ دوم جهانی گریبان کشورهای جهان سوم رو بگیره. به چه معنا؟ به این معنا که یا کشورها تمایلات کمونیستی یا کشورهای جهان سوم تمایلات رادیکال کمونیستی و غیرزاله داشتن که در اونجا شوروی تعیین تکلیف میکرد، یا اینکه غرب مشخصاً امریکا در مقابل این اون آلترناتیو کمونیستی و چپ یک چیز رو به دنبالش بود و اونی که حکومت‌های استبدادی رو در مقابل اون چیز به وجود بیاره. این نه تنها در آسیا و آفریقا این کار صورت گرفت، بلکه در آمریکای لاتین و حتی در اروپا هم به یه معنایی، ولی بیشتر در آمریکای لاتین و آسیا و امثال هم که اولینش اتفاقا به ایران مربوط شد، یعنی کودتای 28 مرداد. جالب در این هست که اون کار بسیار بسیار مثبتی که متحدین در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی در ایتالیا، در آلمان و در ژاپن و امثال هم انجام دادن، این کوشش به هیچ وجه در این کشورهایی را که به نام جهان سوم معروف بودند و در اونجا از طریق کودتا و غیرزاله حکومت‌های طرفدار غرب سر کار آمده بودند، این کوشش انجام نگرفت. یعنی شما در یک کشوری مثل ایران اصلا شاهد این نیستید که بعد از کودتای 28 مرداد امریکا به شاه فشار بیاره که آقا مراعات این گونه مسائل دموکراتیک باید در درون جامعه بشه. درسته کودتا شده، درسته که مصدق رو بردن و امثال هم، ولی خیلی همچین قبول کردن که مسئله به صورت استبدادی، جامعه به صورت استبدادی اداره بشه. شما یک چنین چیزی رو، یک چنین روندی رو که در اروپا کشور مثل آلمان که اون همه جنایات در این صورت گرفته بود، در یک کشوری مثل ایتالیا که فاشیسم داشت، در یک کشوری مثل ژاپن که متعلق به آسیان بود، اصلا رابطه‌ای هم با دموکراسی قبلا نداشته و این حرفا، میلیتاریسم داشت و این حرفا، ولی اونجاها آمریکا یه نقش تعیین کننده ای داشت که چگونه باید در این کشورها نقش تعیین کننده ای داشت که چگونه باید روابط دموکراتیک سیستماتیک بیاد جلو. ما اصلا در ایران و کشورهای شبیه ایران شاهد یک چنین روندی و یک چنین روالی اصلا نیستیم. نفسم گرفت از این شهر، در این حصار بشکن، در این حصار جادوییه روزگار بشکن. چو شقایق از دل سنگ برام رایت خون به جنون سلابت صخره کوسار بشکن. تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زب دیده بخشا صف انتظار بشکن. تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زب دیده بخشا صف انتظار بشکن. نفسم گرفت از این شب، در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن. شب غارت تتاران همه زود بکند سایه، تو به آدرخ شید سایه یا دیستا بشکن. زبرون کسی نیاید جوی بانی تو اینجا، تو دخیش در قانون آزفه تدار بشکن. به هر حال دلایل کوچ ایرانیان طی 100 سال گذشته همیشه در ارتباط با آزادی خواهی برای وطن بوده.
و به همین دلیل هم ما در طی هفته ها و ماهای آینده به این موضوع میپردازیم. با ما باشید. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.